پرزیدنت ترامپ ساعتی پیش به مردم ایران و دیگر کشورهایی که زیر فشار ناشی از آزارهای مذهبی هستند اطمینان داد که آمریکا به حمایت از آنان ادامه خواهد داد. پرزیدنت ترامپ همچنین بر اهمیت نقش ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه خلافت خودخوانده اسلامی موسوم به داعش تاکید کرد که سالها علاوه بر مسیحیان، یهودیان و اقلیت‌های مذهبی حتی مسلمانان بیشماری را زیر شکنجه به قتل رساندند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نازیه پویا. پرزیدنت ترامپ که در 66مین نشست موسوم به صبحانه و نیایش ملی صحبت می‌کرد، به مردم ایران و دیگر کشورهایی که زیر فشار ناشی از آزارهای مذهبی هستند اطمینان داد آمریکا به حمایت از آنان ادامه خواهد داد. میلیون‌ها تن در ایران، کوبا، ونزوئلا، کره شمالی و دیگر کشورها از فشار رژیم‌های سرکوبگر و ظالم رنج می‌برند. آمریکا در کنار شما و همه کسانی است که از آزارهای مذهبی و دیگر سرکوب‌ها رنج می‌برند. پرزیدنت ترامپ همچنین در این نشست بر اهمیت نقش ائتلاف تحت رهبری آمریکا در شکست دادن خلافات خودخوانده اسلامی موسوم به داعش تاکید گذاشت که مسیحیان، یهودیان، اقلیت‌های مذهبی و بسیاری از مسلمانان را شکنجه و به قتل رسانده است. had brutally tortured and murdered Christians, Jews. داعش سالها مسیحیان، یهودیان، اقلیت‌های مذهبی و مسلمانان بیشماری را شکنجه می‌داد و به قتل می‌رساند. اکنون نیروهای ائتلاف با شکست دادن داعش موفق شدند تقریباً 100% قلمرو اشغالی این آدمکشان را در عراق و سوریه آزاد کنند. در نشست امروز صبحانه و نیایش ملی که هر ساله برگزار می شود، مسیحیان انجیلی نیز که از طرفداران سرسخت پرزیدنت ترامپ هستند، شرکت داشتند. آقای ترامپ که با اتهام‌هایی در مورد اصول اخلاقیش روبروست، کماکان از حمایت محافظه‌کاران مسیحی آمریکایی برخوردار است. من حرفای او رو باور نمی کنم. فکر نمی کنم او به زنان احترام می ذاره. دایم وینستون از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی میگوید میداند چرا بسیاری از مسیحیان خلافهای اخلاقی او را نادیده میگیرند. او از برخی از مواضع سیاسی و اجتماعی آنها حمایت میکند. او ممکن است آدم بی اخلاقی باشد ولی دستور کار اخلاقی دارد. موضع گرفتن علیه سخت جنین، انتخاب قضات محافظه کار و انتقال سفارت ایالات متحده به اورشلیم از مواردی است که موجب شده مسیحیان انجیلی از رئیس جمهوری آمریکا حمایت کنند.